قود توفان قدی آقای بشیر شواب والا بین دو نفر آردوی تان در خونسر دب بزنین آقای داود توفان و آقای صد بشیر خواهیم بله بله امان امان ارمی ما دو سه نفر یک پنج دقیقه با هم می باشیم قطعا موضوع توهین کاملا بخی بند هیچ کس درست خواهیشن از آردوی تان خواهیش میکنم هیچ کس حق توهین نداره ما فقط ما گوش کن ما سوال میکنم دلیل ما میخواهیم یا آقای طوفان از ما سوال دارد ما سوالی که از پیش خودت دارم آقای بشیر شیوا مهربانی خودت افغان هستی یا نیستی نیستم وقتی که افغان نیستی به همراه تو من صحبت ندارم به خاطر از اینکه تو از افغانستان نیستی تو از جغرافی من نیستی تو که هستی افغان دلیل مرا گوش کن صحبت ندارم نه اینال دلیل مرا گوش کن صحبت کردن ما به همراه از او آدم به نتیجه نمیرسه ما به نتیجه به همراه همان وقت بده دیگه افغان هستن همان من که پیزی را گوش کردم اینال دلیل مرا گوش کنم آقای داود توفان دلیل چه گوش بگیر راست میگه هست نیستی حالا مربوط خودش میشه ولی دلیل چه خود گوش بگیر دیگه بیخی ما فکر کنم ما هندو ما جهود نصارا ما افغان نیستم اما ما دلیل ما میگم برای امان وقتی که افغان نیست ما به او صورت پیش میرم به امرای از یادم آقای داود توفان اگر افغان نیست افغان نباشه به نتیجه نمیرسیم به امرای از یادم این آقای امان آقای امان گوش بگیر به نتیجه پیشتر خودت گفته نه خودت گفته کل ما یک چاویم یک جایی شویم خیلی گوش بگیر استدلال کنیم به این قسم پیش نمیتونیم رفته او برادر تو چرا پیش رفته نمیتونی تو منطق نداری البته که پیش رفته نمیتونی گپ گوش کو آقای شیوا به انسانیت گپ گوش کو میگم برات من چی میگم برات گپ گوش کو یک دفعه من به صورت پیش رفته میتونم که شما افغان باشین بله من و قوم شریف گپ باشین گپ دور از منطق میزنی گپ دور از منطق میزنی گپ دور از منطق میزنی تو شما افغان نیستین کی هستین یعنی شما از کدام جغرافیا من تاجیک هستم من تاجیک هستم فارسی زبان هستم من تاجیک هستم آریایی هستم من خراسانی هستم من تاجیک هستم من به رسمیت نمیشناسم من تو را به رسمیت نمیشناسم من نمیگم مهم است من فکر کن یک دفعه آقای طوفان اگر منطق یک روز مکتب خواند منطق ما بسیار قوی منطق است منطق ضعیف است اگر منطق قوی باشد ما ای که دبسته که یک دقیقه بشنو تذکیره افغانی من تذکیره کار ندارم من نام افغانی را شما قابلی پلاوی ما هم سرش قابلی افغانی نام ماندن قالین ترکمنا را قالین افغانی نام ماندن دنبوله تاونسا ترکمن از خود هنر داره پشتون از خود هنر داره تاجیک از اون هنر داره اینا تمامش باغهای نه یک دقیقه مایی که تا بسته کو میگم یک دقیقه مایی که تا بسته کو اگر تو گپ میزنی من پنج دقیقه مایی که من بسته میکنم تو گپ بعد از گوش کن گپ مرا به شرط پیش میرم که افغان باشی مشترکات داشته باشیم ما افغان نیستم من تو وطن ما مهاجر آمدی تو وطن ما آمدی با امرای کدام تاجیکستانی بس میکنم با امرای یک کدام ایرانی بس میکنم با امرای نه باید خراسانی بس میکنی که صاحب او سرزمین است افغان نیستی خیلی باید خراسانی بس میکنی که صاحب او سرزمین است یا تاجیکستانی هستی خیلی دیگه نه خیر تو در زبان ما گپ میزنی همیشه مهاجرین که میای در یک کشور زبان کشور را یاد میگیرن تو هم یاله در زبان من گپ زده رستی من در زبان تو گپ نمیزنم من در زبان تو گپ نمیزنم تو در زبان من گپ میزنی تو مادر هستی آمده زبان من را یاد گرفتی وقتی افغان نیستی ما به نتیجه نمیرسیم من صاحب وطن هستم من صاحب خاک هستم من صاحب جغرافیا هستم اقرار میکنی که افغان ها من افغان نیستم او برادر من افغان نیستم افغان وطن داود طوفان است افغان و افغانیت مربوط خودتان باد مبارک خودتان باد مبارکتان باد که دموج زندگی میکنم ده نمی خاک پی با ترقی میتم پیشرفت میتم خودم میتم تا نسل نسل ما باشه تا نسل نسل ما باشه روی آرامش است انشالله تا نسل ما تا که زنده است انشالله تا نسل ما باشه با خدا اگر خواهد اگر او وطن روی آرامش ببینیم ما صاحب وطن هستیم ما صاحب وطن هستیم ما شما با داوردهای کوی سلیمان به هیچ نوع قبول نداریم در وطن آقای شیوا آقای داود توفان یک کار دیگه کنیم خب مایی که دبسته کو گپ بزن منطقی گفتگو رو نداری آقای شیوا خواهشان
دو دقیقه آقای طوفان صادقید که دو دقیقه خودت گپ بزن، دو دقیقه آقای شیوا. بله اینم ما یکم قد میکنم دو دقیقه گپ دیگه. مهربانی آقای داوود، بسیار تشکر. جناب امانجان عزیز در صحبت من مایک باز نکنه. تشکر. دوستان عزیز در این وطن عزیز افغانستان معلوم است، عنوان از این وطن معلوم است که به نام افغانستان، و در او افغانستان کسان زندگی میکنه که در اوجا کسان هویت افغان را داشته باشه. این وطن و این خاک و این سرزمین افغان هاست، و کسانی که از افغانیت منکر است در بین ملت افغانستان جا نداره. همین تاریخ ثابت کرده کسانی که اینمه قسم از افغانیت منکر بودن در بدبختی، در تباهی، در کشتار، قتل عام ملت افغانستان دست داشتن. ما میگیم اگر شما کسانی که در وطن ما زندگی میکنین از افغانیت منکر هستین، چرا خی پاسپورت افغانی را گرفتین؟ چرا تذکره افغانستان را گرفتین؟ افغان مشتمل از چندین اقوام افغانستان گفته میشه. اگر واقعا این وطن وطنتان نیست، وقتی که شما افغان نیستین کی هستین؟ پاکستانی هستین، ایرانی هستین، تاجیکستانی هستین. وقتی که از هر مملکتی که باشین در اون مملکت برین و درباره سرنوشت افغانستان صحبت کردن شما کاملا ممنوع هست، و ما افغانا شما واره انسان ها را اجازه نمیتیم که بعد از این در بین ملت افغانستان تفرقه افغانی بکنین و نفاق بیندازین. و افغانا معلوم است تاجک ها افغان هستن، پشتون ها افغان هستن، هزاره ها افغان هستن، و هویت از اینا یعنی با افتخار میگیم که افغان هست. و کسانی که نیستن و در افغانستان انشاءالله در جغرافی افغانستان کسانی که از نام افغانستان و از کلمه افغان مخالف است، کاملا ما مردم افغانستان به هیچ عنوان قبولش نداریم. تشکر. وقت پرش دارم. آینا المایخ بسکو مستاد شیوا بفرما. ببینین ما هر آنچه که میگیم عرف اوایی شکنبهی قطعاً چلن ندارد، مراجعه میکنیم در برگاه های تاریخ، کتاب های تاریخ، تاریخ های دوره مکتب و تاریخ های غلام محمد غبار و جلیل نه، مراجعه کنین در کتاب افغان ها و افغانستان نوشته پروفیسور دکتر لالزاد. پیشینه این سرزمین معلوم است وقتی که 1624 سال نام این سرزمین خراسان بوده، وقتی که نام خراسان تغییر میخوره 174 سال یا نهایت 200 سالی که تو نام افغان بعد از عبدالرحمن وقتی که نام وطن افغانستان میشه، پیش از اون مده ای وطن بودم، صاحب وطن بودم، مده اون صورت کی بودم که زندگی میکدم؟ ای که تو آمدی 200 سال پیش نام کشور افغانستان ساختی، بعد از اون دیگه خط قرآن نازل شد که اینمی افغان اگر خواستی قبول کردی در ای وطن، از ای وطن هستی، اگر نه 1600 ساله خراسان ما قابل باطل شدن باشه، 174 ساله تو یا 200 ساله تو قابل باطل شدن نیست. من نام جعلی افغانستان بالای وطن رو قبول ندارم، من صاحب او سرزمین هستم. و ضمناً پیشینه زبان من کلن بیانگر اونموست، من دونمو وطن پدر مولانا 800 سال پیش زندگی میکرد، تو بکش یک گور یک افغان بکش برای من که 500 سال قدامت داشته باشه، یک کتاب پشتو را بکش برای من که 400 سال قدامت داشته باشه، یک سنگ نوشته را از زیر زمین بقدر قف دستم بکش که در خط پشتو نوشته باشه، تو از باد آورده از کوه سلیمان میای یخن مرا صاحب خانه را میگیری که اگر تو خواستی که هویت مرا قبول کنی از این وطن هستی، اگر نکدی نیستی. یعنی ایده کدام منطقه است؟ تو برای من مثال میدی که تو اگر از افغانستان نیستی چرا پاسپورت افغانستان گرفتی یا چرا چی را گرفتی؟ تذکره افغانستان ها. وقتی که یک خلاف مسوده و تصویب شورای ملی یک رئیس جمهور بدبخت مانند غنی بیاید و فراقانونی بگوید که توضیح کنین تذکره برقی را، و هر کسی اگر تذکره برقی نگرفت مامور دولت باید منفک شود، 4 ماه ماشش باید قطع شود. من که معلم باشم مای باز نکو گفتم زمان مای که بسته که مای که یادم من خیلی کم مونده آقای شیوه، وقتی کم مونده. ببین وقتی که من یک معلم باشم که 4 ماه ماشم قید شوه و من مجبور شوم که بخاطر 4 ماه ماشم یا منفق نشدنم تذکره برقی را یا پاسپورت افغانی را بگیرم، یا مثلا من سفر داشته باشم مرا بگویه که اگر تو تذکره پاسپورت به نام افغانستان افغان نگرفتی پاسپورت برات داده نمیشه، من مجبور میشم که اون را بگیرم.
این چیزای مجبوری را شما تشکر سلامت باشی. آقای شوا خودتان گفتین که از دوران امیر عبدالرحمن خان صاحب اینمی مملکت به نام افغانستان است. اینمی 174 سال ما یک دقیقه اجازه بدین. 174 سال همین آقای شوا نوبت بدین جربانی 101 دقیقه مایکتان بسته کنین. 174 سال که شما گفتین که قدامت آل فعلا هر چی که است خو امروز قانون اساسی هر چیزی که بوده که به نام افغان کسانی که در او خاک در او سرزمین زندگی میکنه به نام افغان یاد میشه. مش گپ حل شد. وقتی که مثلا از امیر عبدالرحمن خان صاحب این موضوع حل شد گپ خلاص است. آقای شیوا وقتی که خودتان در وطن عزیز افغانستان قبلا هر نامی که داشت ای آل فعلا نام فعلی افغانستان به نام افغانستان و کسانی که زندگی میکنن به نام افغان هست. موضوع حل شد. وقتی که شما قوانین افغانستان را قبول ندارین و با دکتر صاحب اشرف غنی توهین و اهانت میکنین، بزرگای شما هم در تاریخ ثابت کرده در جنگای داخلی شما مردم مهربانی بکنین طرح و یا پیشرفت وطن عزیز افغانستان را بر ما بیان بکنین. بدون از اینکه وطن را به ویرانه مبدل ساختین، کابل را به ویرانه مبدل ساختین، جنگای داخلی را به میان آوردین، در ابشار چقدر برادران هزاری ما را به شهادت رساندین، وقتی که شما قدرت را به پیش بردن نمیتانین مردم افغانستان بالای شما اعتماد نمیکنه. بر شما چندین دفعه همین مردم افغانستان بر شما وقت دادن که شما قدرت افغانستان را به پیش ببرین. حتی 80% قدرت افغانستان به دستتان بود، چی خدمت کردین بر مردم افغانستان؟ اونمو دکتر صاحب اشرف غنی بود که در وطن عزیز افغانستان بندهای برق ساختن و به پیشرفت و ترقی وطن عزیز افغانستان کار کردن. عالی جناب خودتان و خودتان تا به امروز ما فکر نمی کنم بزرگایتان از دکتر صاحب عبدالله گرفته و از یونس قانونی گرفته هیچ به وطن عزیز به پیشرفت و ترقی افغانستان طرح ندارین. بدون از این که به ویرانی به خرابی وطن افغانستان دست دارین و مردم افغانستان شما افشا گشتین و به هیچ عنوان مردم افغانستان شما را نمی خواهد که در خاک افغانستان به قدرت باشین. بدونم از دو دقم زیاد شد زیاد شد بله مهربانی آقای بسته که اینال ما دلیل میگم بعد از او دیگه دوستای ما که تازه آمدن اگر صحبت میکردن بکنن. ببین درست. اگر بزرگای ما را تو متهم در خرابی تنها کابل میکنی که در تنها در جنگای بعد از 13 افتاد تنها کابل ویران شد، دیگر شهرها جنگ نشده، ویران نشده، اگر میکنی او کار گلبدین از قوم تو بوده، برادر تو بوده، از چهارآسیا راکت کور میزد او کده و باز اینمی گیرم که امینو کابل ویران کرد، یک چیز به یاد داشته باش که در نسل ما وطن فروش نبوده، 70 پشت تو خاک فروخته، با ناموسشان یک جای سر ایندیا و پنجابیا فروختن، مناطق صوبه سرحد و بلوچستانه، پنجدیره، مناطق اشقاباده، مروره، کل جایه. ببین نسل شما کسایی هستن که در وطن بزرگ مرا که از چهار سوی دنیا وصل بود به حد قف دستم ساخته. شما اصلا حد حق گپ زدن ندارید در مورد ما. ما صاحبای سرزمین هستیم. ما اگر ویران هم کنیم ما آباد هم میکنیم. امروز ببین یک ولایت بلخ آبادیش در کل افغانستان بی‌نظیر بود، یک بچه تاجیک جور کرده بود. اما شما هر آنجا برین در هلمند، برین در قندار، برین در پکتیا، کجای وطنتان و منطقتان آبادی است؟ شما اصلا با تمدن در کجا آشنایی دارین؟ او بحثایش او سبان بحث وقتی که هویت می آید، ما هویت درون یک کشور هندو هم زندگی میکنه، مسلمان هم زندگی میکنه، زردشتی هم زندگی میکنه، هر قوم، هر مذهب، هر دین، کل شانه مردم هندوستان هندوستانی هستند. اما من میگم که من یک افغانستانی هستم که در افغانستان ما تولد شدیم. افغانستان وطن مستی خراسان نام داره، 1624 سال نام از خراسان بوده. من قطعا نام 174 ساله عبدالرحمن خانی را قبول ندارم و تو مسائل های اصلا چی را هم چالای افغانی نزن که موضوع افشاری گپا. عبدالرحمن خان 63% قوم هزاره ما را شهید کرده بود. تو اصلا هیچ زبان نداری بچه افغان که گپ بزنی. در طول تاریخ تمام جنایات در وطن ما شما کردین، شما بادیان چینا. ما مردم با فرهنگ هستیم، ما کتاب چاپ میکنیم، شما کتابخانه را میسوزانیم. هر دوست ما را ازش خواهش میکنم که لطفا کتاب افغان ها و افغانستان پروفسور خالق لعلزاد یک بار بخونید تا
فرض باشه در گردنتان یک بار بخونید، دین باشه در گردنتان یک بار بخونید. بله آقای وکیل صاحب بفرمایید. آقای طوفان دیگه هم دوست دارم وقت بدین دو دوستی که بالا آمدن. تشکر از اینکه آوردی بالا. ولی ما همی صحبت های آقای داوود طوفان را از اول که آمدن با آقای شیوا دو دقیقه وقت دارن. آقای وکیل خودت وقت آقای طوفان وقتی که با کسی در مقابل قرار میگیری ولو که قبولش هم نداشته باشی، مخالف صحبت ها و ایدئولوژیت هست، باید گوش بدی. از این بگذاریم، خودت خیلی خیلی مدافع مردم هزاره میشی، اونم در برابر تاجیک ها. یک مسئله در طول تاریخ که ما مطالعه میتونیم بکنیم، در طول تاریخ یک دوران بسیار عجیب و غریب اتفاق افتاد که تمامش 5 سال طول کشید، اما اتفاقاتی افتاد. امان جان پشتونیزم صاحب را بالا بیار. اجازه بدی پشتونیزم رو بیار بالا که من قد پشتونیزم خیلی کار دارم. جناب داوود طوفان، یعنی شما در دوران دهه 70 میرین، در دهه بعد از او هیچ توجه نداری، درخواست ندادم. در دهه 70 میری اما به امروز را نادیده میگیری، در دهه 70 میری پیش از او اصلا نگاهی نداری، در دهه 70 میری در دوران عبدالرحمن خان را اصلا انکار میکنی، دهه 70 را در هر جای میاری بالا، اما از دوران جنایت عبدالرحمن و بعد از او و تا امروز را در کلمه خود اصلا جاری نمیکنی. باز خودت باز میگه که مسلمان هستی و در هر جای هم که میایی توفه حضرت پیغمبر را تقدیم میکنی، در صورتی که خودت در بسیار ساده ترین سوال دینی و مذهبی میمونی. آقای طوفان، من کسی هستم که تو را میتونم یه مو آدمی هست که برای خودت گفته بود برای دین نداشت. وقت شما تمام شده. گمی دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم. روتین آخ. علیکم سلام. مهربانی. سلام عشی. الله دیو خود چی روغ و جور است. این داود طوفان. سلامت باشی. شرقل است. تمام شما. دوه دکی وقت لري مرور خبر وکړه. بس فقط پور تراغلم چې دا ورور ته چې مشهور په نام د ګیرباکس د خر دغه ته یو دوه خبرې وکړه. توهین مکه وو. ببین امی ادم را میاري بالا خو اقرازي چی رقم غب بزنه آقای. توهین نکړه. نام شم تر از ګیرباکس خر راستا. چطور کنه دیگه بیچاره. نام خودت بعید است. امان جان اگر اجازه بدی نوبت از ماست، ما تشکری میکنم. فهمیدی امان جان چی دوستا؟ آقای شیوای عزیز، زورتان ده کمرتان، زورتان ده شما ده وقت احمد شما مسعود دیدین دیگه باند دیگه گرد نزن کلتان ما سگواری میدواندیم چه باش دیگه. آقای شیوای نوبت آقای طوفان است، بعد از طوفان زور گرد نزن دیگه. زور ما رو دیدین شما ده وقت مسعود زورتان ده کمر از خود. 270 سال میشه دو فلان بان که 270 سال میشه یا 300 سال میشه. خب بالا خودی آورده بودی، نمیفهم کیو یا برضا حکومت میکنیم و اینمی افغان ها صاحب از این خاک است، صاحب از این سرزمین است. اگر حیرت داری فهمیدی خاطر جمع باشیم مایک تا بسته که شیوا اجازه بدی. آقای شیوای عزیز، ما خو صاحب از این خاک بودیم، صاحب از این خاک هستیم و تا که سند کدام سند بکش یک رفرنس رفرنس یک برگه تاریخ بده برای من بکش. نه سند بکش امان جان، چرا مرا در گپ زدن نمیمانه؟ زبی اوغانی رگ اوغانی دفن دکش اوغانی شکنبایی در رفت نمیخوره سند بکش. آقای شیوا، آقای شیوا خواهشان ما گفتیم در نوبت دو دخل دوستا کرد. مرا نوبت مرا دوباره اضافه که وقت مرا زیاد کن بخاطر از اینکه صحبت از امان دو دقیقه شروع است. دو دقیقه شروع است بینبانی بفرم. آقای بشیر شیوا سرزمین را گفتین که از وقت امیر عبدالرحمن خان صاحب از این خاک بودیم، یعنی این وطن را ساختیم. 270 سال خودتان به زبان خود اقرار میکنیم. جناب عالی، وقتی که 270 سال میشه که افغانستان است و ای را قانونش را بالای از این افغانستان گذاشتیم، مشکل حل از دوست عزیز. وقتی که شما همان وقتی که این وطن را به نام خراسان تبدیل کردین، اونمو ساعت اونمو مصلحت. دوست عزیز، شما مردم امروزی که میگن که به طور مثال ما افغانستان را قبول نداریم، نام افغانستان را قبول نداریم،
شما یک همت، یک غیرت، یک شهامت خود را نشان بدین به تغییر دادن اسم افغانستان، به تغییر دادن هویت مردم افغانستان. شما اینمی مسئله مشکل حل بکنین. بعد از او آمدین در سر امیر عبدالرحمن خان صاحب. امیر عبدالرحمن خان صاحب موضوعش در او وقت زمان و بعضی سخنها را که خودتان گفتین، این شما آمدین به نفاق در بین هزاره و پشتون میاندازین. ما در ایجا آمدیم گذشته را صلوات میگم، آینده را احتیاط میکنیم. ما مردم برادران هزاره و تاجک و پشتون همگی برادر یک دیگر هستیم و به منافع از افغانستان کار میکنیم. او اجنبیه که از افغانیت منکر است، ایرانی هست، هیچ ما را کلا گذاشته نمیدانید. هیچ ما را کلا گذاشته نمیدانید. آقای شوا خواهشان وقتش کم مانده. وقتش کم مانده. کسانی که در این وطن عزیز افغانستان زندگی میکنه افغان نیسته، برن ایران، برن تاجیکستان، برن ازبکستان، هر خاکی که به قابل قبولشان است افغان نیستن. ای افغان مشتمل از 72 قوم مشتمل میشه و شمایی که قبول ندارین در بین مردم افغانستان جا نداشتیم. وقت تمام شد آقای توفان، وقت تمام. ما هم اجازه نمیتیم. تشکر آقای توفان. وقت تمام. آقای شیوا خلاصه خواهشان در بین ما یکم دیگر خود نبرن. مهربانی آقای شیوا. ببین امان عزیز، ما وقتی که هر حرف را میزنیم با استناد حرف میزنیم، با برگه های تاریخ حرف میزنیم. تمام گفته های ما بیانگر یک صفحه از برگه های تاریخ است. این گپ مفت افغانیت به درد نمیخوره که موی سفیدای از اینا که نسوار را میزدن باز پاچه خود قیل کرده در بچه چی میگم و ای زمه زویا و ای دستی دا که افغانستان زمه وطن ده، زمان نیکه ده، زمان نیکه ده وطن ده. ببین این گپای مفته که تو از پدرهای یاد گرفتی، این گپا چلند نداره. او میسفیدای بیسواد تان که آمده در شما این درس داده که این وطن وطن آقای شماست. آقای شیوا خواهشان توهین نکنه. یک دقیقه امان جان، ما بکش سند، بکش یک سند برای ما آدرس بده، بگو مطابق اینی سند ما در اینجا 500 سال قدامت داریم. مطابق اینی سند اینمی وطن 500 سال پیش از ما بوده. یعنی که شما یک کسای هستین که در گردن مردم خود توق لعنت واری میپرتین و قایم میگیرین که اینمی خانه از ماست، زن نمنم دا کور زما دا نمنم خدای هم که پایین شوه، زن نمنم دا کور زما دا. این گپای افغانیت به درد نمیخوره. افغانوالی تانه ما که شما تو تصفیه میکنیم که یا بر قدرت ها کشور ما را تجزیه میکنه، سهمتان را جدا میکنه، چهار ولایت جنوبی را براتان میتنه. شما اگر چی یک مثقال هم حق ندارین، اگر سهم هم دمی وطن داشتین سهمایتان را پدرهایتان فروخته، وقت کلش را فروخته، چهار دنگی سرزمین سمتش را پدرهایتان فروخته، حق شما خلاص است. شما در این وطن نیم مثقال هم حق ندارین. اما بازم که ما لطف و شفقت کنیم، چهار ولایت جنوبی را برای شما شاید واگذار شدیم، اما دیگه وطن ما را ما تجزیه میکنیم، جدا کده میگیریم. وقت تمام شد برای ما. وقتی که تو سند ارائه نکنی بشیر جان شیوا، خیلی خلاصه، وقتی که تو برای ما سند ارائه نکنی، گپای شکنبهی تیج پیش ما چلند نداره، قطعا گپای افغانوالی چلند نداره. این وطن وطن پدر ما، وطن نیکی ما. شما نیکیتون یک دقیقه ببین، میرویس خان ترک هم شما بچه امیر باقر خان هم شما وقت اردویتان پرشد. آقای وکلی چی میگین؟ اوغان میگین؟ آقای وکلی چند نداره سند؟ شوا صبر کنید، شوا صبر ببخشید جناب طوفان، ما اینجا نمیخوام در تقابل با خودید که برابر شوم. شما از یک جنایتکاری که نزدیک به میلیون ها انسان را که خودت امروز میگی برادر ما هست، هموطن ما هست، از او به عنوان یک قهرمان، یک شاه، یک آدم بسیار بزرگ یادآوری میکنین. من نمیفهم او هزاره هایی که میای با خودت خود را هموطن میگیرد دلیلش در کجا هست؟ چیگونه خود را قانع میسازد؟ آیا خبر داری که امو عبدالرحمن را که شما صاحب میگین، عزیز میگین، نور چشم میگین و عکسایشان را در بالای پروفایل ها و در خانه هایتان نگه میدارین مطالعه کردین، دنبالش رفتین، تاریخ را خوندین یا چی؟
مزید یک سوال دارم کوتاه بگویی. اگر عبدالرحمن خان هزاره می بود، تاجیک می بود، ازبک می بود، همون جنایتی که در برابر دیگران مرتکب شده به خصوص برابر هزاره ها، آیا شما قبول می کردین، ازش گذشت می کردین یا آره یا نه؟ که من دیگه بقیه گپ پیش ببرم. خیلی خوب جواب نمیدی. من برای خودت میگم عبدالرحمن خان در او دوران تاریخ، در او زمان او یک جنایت را کرد که در تاریخ نوشته شده، دنیا و پژوهشگران دنیا شما پورا تمام دنیا و... تو حرف نزن، حرف نزن. خیلی وقتی که سوال میکنم نشده من یک وقت گرفتم آقای محترم، من وقت گرفتم، خودم میدانم وقت گرفت. آقای توفان وقت گرفت. خیلی خلاص آقای محترم، امروزی که من و تو در قرن 21 زندگی می‌کنیم، تو در آمریکا، ما در اروپا زندگی می‌کنیم، جنایت‌هایی که در سرزمین من به نام طالب و طالبیزم در برابر ملت ما و تمام سایر از اقشار جامعه اون ملت انجام میشه، امروز چی گفتنی داری؟ چی دفاعی داری؟ میتونی چشمتو ببندی؟ ازش بگذاری؟ نه تنها در برابر تاجیک و ازبک و هزاره، بلکه در برابر آقای وکیل، وقت شما تمام شده. مظلوم ملت خوش آمدین. از مظلوم ملت میشنیم، بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت شما، برادر امان هزاره، داود توفان و دوستای دیگر که در لایف هستن، همچنان دوستان که شنونده لایف شما هستن. خدمتتان برز برسانم، من چند یک ساعت پیش هم در لایف تان بودم. بسیار خوشم شده که برنامه بسیار خوبی را انتخاب کردین. فکر میکنم یک تصویری گذاشته بودین از دخترانی که فعلا ده یک خیانت بزرگ در مقابلشان صورت گرفته و مکاتب و پندونها برایشان بسته است و اجازه کار نداره. بسیار خوش شدم که مثلا برنامه گرفتین که سری موضوع گپ میزنیم. اگر متاسفانه به موضوع عمده و حیاتی را گذاشته، اشخاصی که بالا میان بر 300 قبل کارایی که 300 سال قبل صورت گرفته، همیشه از شروع ظرف 3 سال که مثلا من میبینم امی اشخاص امی گپ هم میزنن که 300 سال پیش عبدالرحمن خان چی کرده، هر کاری که کرده، هر خیانتی که کرده، کس کرده، او در تاریخ به خط زرین نوشته شده، هر خدمتی که کرده به خط زرین نوشته شده. امی بر روی مسائل در این مسائل بسیار دامن نزنید. امی نکته اساسی جنایتی که امروز صورت میگیره، چشمتان بر نو باز کنین، همدست شوین، متحد شوین. آن فعلا در افغانستان چی جریان داره به می خانم ها همیشه که ظلم شده، باز هم ظلم صورت میگیره. چرا می برادر که می عکس تصویر گذاشته سر روی از یک تمرکز نمی کنن؟ چرا به خواران ما که از خواران شما میشه، مادران ما شدن، خواران ما شما هستن، هموطنان ما شما هستن. اگر خود افغان میگه نمو فلاکت که در افغانستان جریان داره، روی این موضوعات اگر صحبت بکنین بسیار خوب باشه. من گفتنی خاص نداشتم، فاین لایف هم شنونده است بودم، اما خصوصا میخواستم یک کامنت نوشته کنم که روی موضوع لفت تمرکز بکنین که برادر امان درخواست دادن بالا آمدم، دیگه گفتنی خاص ندارم. بس 300 سال قبل رجوع نکنید، با این دیک پیش روی داریم که چطور میتونیم افغانستان بسازیم، چطور میتونیم پیشرفت کنیم، چطور میتونیم که افغانستان از خط سیاه نجات بتیم. بین این فاجعه‌تون داشته باشیم. 300 سال کی بود در اصل قدرت بود؟ هر کسی که بود، هر کسی بود، نمیکنه هر کسی بود. آقای وکیل صاحب سال آقای وکیل خواهشان دیگه ما بازمستان نکو دیگه. آقای وکیل قبل کی بود؟ هر کسی که بود 300 قبل خودم. مثلا من نبودم که درباره از اونا. اگر اجازه مظلوم خواهر ما باشه اجازه بتین. مظلوم خواهر همین آقای داود طوفان. آقای داود طوفان مظلوم خواهر بهترین یک گپ اشاره کرد. اگر ما واقعا ایمانان وجدانان امروز به سرنوشت از همون ملت خود، مردم خود تصمیم بگیریم، ما خیلی کارها میتونیم. ولی متاسفانه کل قلبا، ایمانا، غیرت، وجدان، کل چیز پر از بغض و کینه است. سر مسئله امروزی گپ نمیزنین، گذشته ها رو یاد میکنین. خب این حال جنبندی همی پیشنهاد خواهر گوش گرفته، سر از همی شرایط کنونی گپ بزنیم. مشکلات ما تو امروز حل نمیتونیم، در گذشته ها خیلی حل نمیتونیم. گذشته میگه صلوات، آینده فکر. آقای داود طوفان بفرمایید. ظلم و هر مسائل را که انجام دادن در او وقت زمان او شرایط و نمو طور شرایط بود. و دیگه من مخالف هستم که برادران هزاری ما چرا به شهادت رسیده و چرا
قتل شده، ما به حیث یک مسلمان، به حیث یک انسان، ما خدا نخواست طرفداری ملت افغانستان، مردم افغانستان می کنم. در اینجا موضوع بسیار زیبا را گفتن که مکاتب دخترانه چرا با بند هست. خداوند از وجل در قرآن عظیم شان می فرماید که در آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام او خدایی که خداوند تو را آفریده. ایره به وقتی که اولین آیت که بالای رسول مقبول صلی الله علیه و سلم نازل گردید همین آیت بود، و طلب العلم فریضتون علی مسلم و مسلمت، طلب علم فرض است بالای زن و مرد. و امروز مکاتب دخترانه را که امارات اسلامی و یا حکومت فعلی افغانستان بسته کرده، ای به همراه مردم افغانستان، به همراه خواهران افغانستان کاملا ظلم کرده. و ما هر افغان به این ظلمی که بالای ملت افغانستان کردن، ما هیچ افغان به طرفداری امارات اسلامی کار نمیکنه. امارات اسلامی که این کار را کرده، چرا و کسانی که در وزارت و در کسانی که در همین نظام فعلی افغانستان هستند، اکثریتشان میگن که مکاتب دخترانه را باز کنید و حکومت فعلی همین مسئله را به مردم افغانستان اشاره میدهند که امر ثانی. این امر ثانی مدت 30 سال است این موضوع مکاتب دخترانه را باز نمی کنند. اگر این حکومت فعلی افغانستان مکاتب دخترانه را بالای مردم افغانستان به می قسم، به می منوال، به می ظلم و ستم پیش بره، اینمی مردم افغانستان بر علیه حکومت فعلی افغانستان استادگی میکنن. به خاطر از اینکه در افغانستان نظام ها رد و بدل شدن، تغییر یافتن، ما هم به عنوان یک مسلمان، امارات اسلامی امروز اگر جمهوریت از بین رفت، حکومت های خلقی ها و پرچمی ها از بین رفت، حکومت سردار داوود خان و شاهی حکومت و نظام از بین رفت، این حکومت هم به مرور زمان از بین میره. اگر حکومت فعلی افغانستان بر سر قدرت است، آقای طوفان وقت دفعه 3 دقیقه شد، وقت تمام شد، این 3 دقیقه شد آقای طوفان. همین یک ثانیه همین مسئله رو من تکمیل کنم. مهربانی بفرمایید. خیلی کوتاه دوستان، مایک شبان نکنید خواهشان، خیلی کوتاه. ما اگر حکومت فعلی افغانستان واقعا اگر میخواین که به مردم افغانستان خدمت بکنین، خادم ملت افغانستان بگردین، به خاطر خدمت در این وطن آمدین، نه که بالای مردم افغانستان به زور مسلط شده باشین. به مردم افغانستان خدمت بکنین که ملت افغانستان به پشت شما. تشکر. آقای شیوا بفرمایید استاد. ببین دوستای گرامی، ببینید وقتی که ما در گذشته ها نمیریم یا بس امروزی می داشته باشیم، به پیشنهاد می خواهر ما، هرچند که هر ملتی که تاریخ خود را نخواند، تاریخ بالایش تکرار میشه، و اگر هر کسی که بگوید که گذشته را، صلوات گذشته را فراموش کنیم، او به یک سمارق میمانه که همونطور فصلی رویده و نابود شده. اما ما او بحث در بحثای دمو مورد میمانیم. خب به پیشنهاد همی خواهر ما روی بحث کنونی. ببینید در قدم اول داود طوفان میگه حکومت اسلامی فعلی، حکومت فعلی، حکومت فعلی، تکرار تکرار. حضور یک گروه جنایتکار بکوهرامی را به نام حکومت میشناسه که او را نه مشروعیت داخلی دادن تا هنوز، نه مشروعیت بیرونی. یک گروه خودسر جنایتکاری که آمده سر گرده های مردم محاکم شده. بس تنها بس مکتب نیست که ضعف از این گروه در یک بس تحصیل بانوا باشه یا حضور بانوا باشه. ما 17,000 جوان تنها قوم ما فعلا در توقیف خانه های از اینا بندی است. 1500 زن او سرزمین در توقیف خانه های از اینا بندی است. ما باز نکنیم. گفتم شما همگیتان لابی طالب هستین. ببین اگر لابی طالب نباشی، اینمی گپ اینقدر برای حساسیت برانگیز میشه که یک بار رگ افغانیتت میپنده، مایی که تواز میکنی میگی سند ارائه کنین. شما وقتی که کور و کر هستین، سندهایی را نمیبینین که صدا خواهر ما میآید
در درون دنیای مجازی از بدنهای خود نشان میده و میگه که در اون توقیفخانه سر ما 5 نفر تجاوز گروهی کردن و در اونجا 10 نفر. ببین شما وقتی که میگه قبول نکنی، مولانا میگه چونه استعل قناعت نمیشود قانی، بهانه جو به کجا به بهانه میماند. شما اهل قناعت نیستین، بهانه جوستین، در هر مورد میگین که هیچ، اگر جن در از کوی قاف میاری ما قبول دارم، در غیر صورت میگم جن وجود نداره. ای ادای افغانوالی است همیشه. اما بس 17000 جوان تاجیک ما است که در توقیف خانه شما هر شب در آب تر کده در برق داده میشه. بس کشتار اینمی بعد از سقوط جمهوریت است که تا هنوز چه مقدار قوم ما را، قوم هزاره را، قوم ازبک را کشتین. بس ستم های ملی است که در مقعد یک بچه ازبک تبار ما در فاریاب چوب کوبیده میشه. بس جنایت است که در خانه های مردم هر شب خودسرانه مردم شما قوم جوانای مفعول پکتیا و خوست و هلمند میای خود در خانه های مردم مندازه. بس تنها بس یک دروازه مکتب نیست، بگذارن دروازه مکتب 10 سال هم بسته باشه، اما اینجا عزت مردم مطرح است، آبروی مردم، جوانای مردم، هر فامیل 2 نفر خود از دست داده. کل ازی با شما اوغانا باید حساب شد. راست جناب امان جان، برازی چقدر فرصت زیاد میدید؟ وقت تمام شد. ما را کلا بگذاریم با یک موضوع مکتب، ما را ما در این ظاهره، ببین یک دقیقه دوستای عزیز، ما در این ظاهره اهمیت سوال مربوط به من میشه و ما میخوایم سوال تو را جواب بدم. اصلا ما سوال از تو نکردیم، این سوال نبود، این تنها طرحای چیای ما بود، دیدگاه های ما بود، ما جزئیات شو بیان کردیم. جواب شد خوش انشاءالله است و ما دیر ما نه چپورت همی دوستا خیلی خلاص است. همی مظلوم ملت پیشتر، خواهر گرامی ما پیشتر اگر اشاره کردن که ما امروز چی کار میتونیم با این نسل جوانی که داریم. به مخاطر آقای وکیل خیلی کوتاه صحبت کن از زواک سب. شما لطفا همی تایم را اگر 2-3 دقیقه کنیم برای همه که بتونه حرف تکمیل شد و مفهوم برسه. مهربانی عرضم به حضورتون، من به خواهر ما خوش آمدید میگم و دوست دیگه ما آقای تاجیک فر گرامی را سلام عرض میکنم. خوش آمدید آقای زباکر. همچنون ببینید وکیلی صاحب لطفا اما هر کسی که صحبت میکرد تصویر اونمو آدم کلان بسازین، اینجا دیگه جای رکلام و رکلام بازی نباشه. باید آقای همان ازاره که در 2 نفر امیال خالیست لایف 6 نفری باشه کفایت میکنه. خب دیگر هم تصویر در لایف میره باز مگه تصویر مرا کلان کنید، خودش بس میکنه، بعد از اون تصویرهای دیگر را در پخش دوباره قطع میکنه. این خود را رکلام میکنه، این کار را نکنید. آقای شیوا ما کم اکم میفهمیم، امان جان همه کپ هم میفهمیم. خب می فهمم خال تصویر شما خاموش است، از کلی که خاموش است. وکیلی صحبت میکنه تصویر از یادم نمیاد، این کدام قانون است؟ خب وکیلی خود تصویرش خاموش است. شما رکلام میکنید دیگه، بگذار تصویر خودش بگیره. آقای شوا فالوور از من کم است متاسفانه، نمیتونم مایک باز چیز کامری باز کنم. میرم سر اصل مطلب، صحبت های خواهر ما هم شنیدیم. خواهر عزیز میدونیم، بله ما با خودت موافق هستیم، کشور امروز خواهران ما، مادران ما، نصف بیشتر از جامعه در بدترین شرایط قرار داره، در این شک نیست. من سوالم از خود جناب عالی مظلوم ملت هست، همون قدری که بر زمین وطندار پاکستانی ما تظاهرات کردین، مخالفت کردین، صدا بلند کردین، دادخواهی کردین، حاضر هستی به عنوان یک کسی که مخالف طالب هستین در برابر کشورهای میزبان که امروز تصمیم گرفتن که کم کم به نوع طالب مزدور را که خودت هم شکایت داری، منم، آقای زواکم، آقای داودم هم چنین نشان میده و دیگرام استاد چوی و همون تعداد جمعیت خشین و بسیار بسیار اوت اف اوردر را بیارید در سرکا جلوی کشورهای میزبان و بخواین که ما به عنوان ملت، به عنوان شهروندای کشور از شما میخواییم که طالب را به رسمیت نشناسین و اونها را
ما هم سفارت های ما را و دارایی های ملت افغانستان را بر از اینا ندین. ما پروفایل جناب عالی را چک کردم، شما بیشتر از یک از مظلومیت دختر مظلوم افغانستان و از همجنسای خودت صحبت بکنی و ویدیو بگذاری از او وطندار پاکستانی که چند وقتی پیش کشته شده از او بیشتر یاد کردی. ما چگونه به خودت و آقای طوفان و آقای حسیب باور کنیم که واقعا شما دنبال حقوق هموطن ها؟ تنها مسئله مکتب نیست خانوم ها، آقایون، مسئله مکتب تنها مشکل جامعه ما نیست، مشکل دیگه هم وجود داره. شما میدانید امروز وطندارایتان به نامی که شما اگر وطندار بخواین حساب بکنین، هزاره و تاجیک و ازبک را دارن از خانه هایشان به زور میکشن؟ میخواین بیدانید؟ نمیخواین؟ آیا خبر دارید که یک تعداد اجازه بده آقای امام من کوتاهش بکنم، خواهش میکنم، مظلوم ترین و بیچاره ترین اشخاص شهروند از سرزمین امروز توسط طالب و کوچه ها از سرزمینش به بهانه‌های مختلف رانده میشه. کجا هستین شما؟ دختری که در خانه خودش تنها نان آورش است، میره در جای کار میکنه و در برگشت به خانه توسط طالب و حامیان طالب در سرش تجاوز میشه، کس صدایش نمیشنه و دست به خودکشی میزنه. کجا بودیم؟ ولی برای یک پاکستانی کشورها رو و شهرهای کشورها رو به هم میریزیم. درست. و چگونه به شما اعتماد کنیم؟ سپاس. مظلوم ملت خواهر بفرمایید. درست. بکنم جواب کنمتم. اول سلام علیک، خیر اغلاست سیب سیب زو لایفتا دوم برادر عزیز، یا نمیفهمم شما رو برادر بگیم. شما کسی را که گفتین پاکستانی سوخ و به خاطر بیرق افغانستان کشته شده، بنابراین ما او را پاکستانی گفته نمیتونم. او افغان است به خاطر افغان بودنش، به خاطر از اینکه همیشه بیرق افغانستان در پاکستان. اگر افغان بود چرا پاکستان خوب بیچاره متاسفان افغانی بود پورا نه افغان ها قبول دارن، مگر تا وقتی که کشته شد گفته بود، در شیراش گفته بود که باز وقتی ما کشته شدم سر خاک ما باید بیرق افغانستان باشه. در شرایطی که در افغانستان مثلا 3 سال میشه بیرق افغانستان در اعتزاز نبوده، همیشه در مظاهرات از اینا بیرق افغانستان به اعتزاز بوده. به او خاطر مور به نام از اینکه مثلا خود سیکو در افغانستان نیستی، خود افغان نمیگی، نال ما تو رو افغان بگویم. او کسی که به نام افغان و بیرق افغان کشته شده، یکی دو مسئله دیگه است. تو که پروفایل ما چک کردی، تشکر که چک کردی، در پروفایل ما همیشه ویدیوهایی بوده که به خاطر خواهرای افغان ما که از نعمت سواد به بهره هستن همیشه ویدیوهایی بلند کردیم، و خاطر که ظلم میشه ظلم میکشده به خاطر کمی گلمن وزیر که خود افغان میگفته، به خاطر بیرق افغانستان، به خاطر افغانستان و مردم افغانستان جان خود از دست داده. ویدیوهای از اون است. من برای کسی احترام دارم، هر کسی که دوست دارم ویدیوهایش هم میگذارم. دومی که این شرایط قبول میکنم که راستی فعلا عراق است، مسئله بیکاری است، این مصیبت که فعلا در افغانستان برای خانم ها است، به برادران ما مثلا باور کنین جوانای ما بسیار در شرایط بد قرار دارن. یعنی هدف ما این است که تنها خود قدم اول اگر مثلا به خاطر با شدن مکاتب میگن بار ببخشید دوباره تجاوز در پالیش بسیار جوانا برخالی که در شرایط بسیار بد در دوباره تجاوز بارها که در بالایشان میشه از طرف طالبا، نظرتان درباره طالبا چی است؟ درباره کشتار اقوام در ما اینجا برنامه‌ریزی طالب نامدیم یا مثلا لابیگر طالب نیست؟ من نماینده طالب نیستی، نظر خودت درباره طالب بگو. نظر درباره کشتار طالب درباره از اینکه در ناموس مردم دست درازی میشه، هم در توقیف خانه ها هم در خانه های مردم. تو خودت افغان هستی؟ من پشتون هستم، به افتخار پشتون هستم، افغان هستم، پشتون هستم. آقای شما به تمام ملت که در افغانستان زندگی میکنن احترام دارم و هیچ وقت از هویت خود نمیگردم. برادر عزیز، شما خب مثلا چرا از هویتتان گذشتین؟ سال افغانستان بسیار شرایط بد قرار داره، مگر متاسفم از هویت خود نمیگردم. ما دو افغانستان پیدا شدیم. تاجیک هستم. خواهر عزیز، خواهر عزیز، تشکر. خواهش میکنم دوستان. وقت میگذارم دوستان.